آقا میرزاده پاشو دیگه بسه میخواد برو بالا نردبون من صحنه ردیفه دیگه دکور باشه یه ذره رنگی پنگی شده ببین دریا خانم اینا کجا برن تو جلجل دوربین نباشه این بر وایسی دیگه همین بر وایسی من که تو فیلم نیافتید ببخشید معذرت میخوام ناراحت شدین ببخشید ببخشید چن کنیم بریم اون برای حیات لطیف ارسلان بیاین ببخشید خواهی خانم شما تمرین بکنیم با آقا میرزاده که دیگه عواتون هم نشه ببخشید آقا میرزاده بگین یه بار که آقا عرفانه چشم بود مشکوک میزه آقا میرزاده شما نمیخوای بری ببینی چه خبر؟ من و صدا نظری یعنی به تو ربطی نداره دیگه مگه من فضولم ای بابا پس پولا رو کجا گذاشتی؟ پولا کو؟ پوش در اومد این همه پولم این بود پوله کی برداشته پس؟ آخه خود شما گفتین دخترتون گفت پولا تو گفت صندوقه رو دست خوردیم دیر جنبینیم طرف درنگ در از ما بود زودتر پولا رو بابید بابا شاید به دخترتونم دروغ گفته باشن چرا؟ نه واسه اون بنده خدا زنگ زد گفت پلیس رفته دفتر مقصودی پیگیری نمیکرد اگه مقصر بود آرزو؟ به بغل خانم زنگ زده پولا رو برداشته بهونه هم که ما دادیم دستش حالا میتونه ادعا کنه پولا رو دوز برده فکر نمیکردم آرزو خانم هم یه همچی آدمی باشه مقصودی رو میگه آره دیگه مقصودی؟ پس آقا پران الان شما آروم باشین الان شما عصبانی این اصلا نباید تصمیم گیری بکنید یه کاری دست خودتون میدین آقا فران آقا عرفان یه لحظه اتفاقی افتاده؟ نه یه ذره ریختن بهم آقا عرفان یه لحظه چیزی هست به من بگین به نظر من یکم دارین عجولانه کاری ذره عقب افتاده ذره فکرشو مشغول شده خیلی خوب امروز همه تعطیلی میتونین استراحت کنین تو کجا دنبال اینا را افتادی؟ آقا تو این شرایط نمیشه تنهاشون گذاشت منظورش کدوم شرایطه؟ آقا عرفان کجا میای؟ بیایم دیگه دارم میرم کاری دست خودم بدم به شما مربوط نمیشه من میدونم چه مقصودی داریم میریم از کجا میدونی؟ شما اگه یه دونه رفیق فقط یه دونه رفیق تمام زندگیتون داشتید نمیومدین خونه من که نشکشتون بودم بمونید آره دارم میرم اونجا ولی میخوام تنها برم از محبت های شما خیلی ممنونم که منو تحمل کردین ولی دیگه کارم با شما تموم شد اونجا مأمور بازار مهندس صبر میکنم وقتی مأمورا رفتن میرم ما میایم تا همینجاشم کلی به شما بدهکارم من گفتم دو سه روز نمیدونم چقدر طول کشید هیچی اونطوری که میخواستم پیش نرفت اینم از گاف صندوقش اونجا هم برین که درست نمیشه مطمئن باشین خرابتر میشه از این خرابتر سو استفاده میکنم هر کاری دلشون میخواد میکنن ولی من نمیذارم رفیق نیمه راه شدی اونقدر بیمعرفت نیستم که بر نگردم پولا رو که گرفتم برمیگردم پیش شما این داره بیشتر فکر کنیم فکر چقدر فکر حد فکر کردم که به اینجا رسیدم من دیگه چیزی برای دست دادم ندارم دخترتونو داریم طفلی این وضعیت بد من دامن اونم گرفته نمیدونم یه کاری باید بکنم
آقا فرام، یه اتفاقی که افتاده دیگه، پای هر ستامون گیره، فقط شما نیستین، تنها نیستین. به نظرم شما نباید زیاد عجله بکنین که بتونیم یه راه خوب پیدا کنیم. مگو ناراحت شدی؟ معلومه باید ناراحت شد. چه راهی باقی مونده؟ باید بریم اونا رو جلوشون رو بگیریم، پول رو نذاریم بالا بکشن. باید شده چشاشون رو ببندیم، بندازیم تو صندوق عقب، رخ در مقابل رخ، چش در مقابل چش. حواسمون باشه که اینا پولا رو بالا نکشن. باید هر چی شده به زور بگیریم. ببین چیکار کنیم؟ بریم به زور ازشون پولا رو بگیریم دیگه. نخورا اصلا انقدر فیلم نبین. چه فیلمی؟ فیلم نمیبینم من، دارم راه میگم. آقا من مسافر سوار کردم، دنبال دردسر نمیگردم. من در بچه دارم. زره بچه داشت من درد سری ندارم. آقا معذرت، من یه پیشنهاد بود دادم، فکر کردم جدی آدم بابایی. الو سلام. الو بله. الو ببخش من صدا آوردم. بله هست. بله گوشی خدمت. آقا فرام، آرزو خانومه. سلام دکتر. گوهر و کامران رفتن سراغ مقصودی، فکر میکنن دزدی گاف صندوق کار اونه. منم برم میام اونجا تکلیف گاف صندوق رو معلوم کنم. ولی اونو که خود شما بردین. گاف صندوق آره، اما پولی توش نبود. مگه میشه؟ با مقصودی همه چی میشه. پولا رو خودت برداشتن. آخه اینکه با عقل جور در نمیاد. اون اگه میخواست پولا رو ببره که به گوهر چک نمیداد. حساب همه جا رو کرده. ولی بابا زبونم لال، شما مثلا مردین، اگه بدین اونجا که همه چی خراب میشه. اون بازی ها دیگه تموم شد. از این به بعد من همون آدم سابقم، فرهان خاکپور نمرده. از حلقومش بکشم بیرون. فقط به گوهر چیده نگو تا بهت بگم. ولی خدافظ. همینجا سر کن. سرکار زنگ خرابه، باید بریم تو. سرکار بریم تو دستگیرش کنیم. خانم محترم، ما همینطوری که نمیتونیم بریم داخل، همینجا منتظر میمونیم تا بیان پایی ما دستگیرشون میکنیم. سرکار گیری والا نیومد با این وقت تکلیف چیه؟ اون وقت شما باید بریم حکم ورود به ساختمون بگیریم. ما که همینطوری نمیتونیم وارد حریم خصوصی مردم بشیم. حریم خصوصی چی اینجا؟ شرکت شوهر منه. نمیشه خانم، هر چیزی یه قانونی داره. جناب سرکار من برم تو الان بگیشمش بیرون حله؟ مشکلی نداره، فقط خشونت نباشه. من الان میرم تو اینه یه مار الونش بگیشم. برو گفته باشم خشونت نباشه. اوستا دوربینا رو یه جوری نصب کن که تمام درزای شرکت معلوم بشه. میخوام اگه پشه پرزد ببینم. آقا مقصودی خیال راحت، من کارامو خوب بلدم. بله اینجا همه کاراشون خوب بلدن الا من. آقا براتون شربت آوردم. دست شما درد نکنه. شما مرخصی. دست شما درد نکنه، من مرخصی نمیخوام. اتفاقا میخوام. تا زمانی که تکلیف این سرقت معلوم نشه همه کارمندان این شرکت مرخصن، یعنی اخراجن، مگر اینکه معلوم بشه تو این سرقت دست نداشتم. یعنی منم اخراجم آقا؟ نه شما تشریف دارین. حالا با شما کار دارم. بله سلام. ببخشید با آقای مقصودی. اون لنت از تو کیف برای من بیار. مقصودی کجا؟ تو اتاقش. سلام آقای مقصودی. سلام کامران، چطوری؟ این منشیتون حالش خوب نبود، چش بود؟ بابا کلافم، اعصابم داغون شده. بابا بالاخره باید تکلیف این خراب شده روشن بشه یا نه؟ بابا تو روز روشن اومدن گاف صندوق از تو دفتر من ورداشتن بردن، آبم از آب تکون نخورده. خدا بیامرزه پدرتو.
صد بار بهش گفتم فرهان اینجا یه دوربین مدار بسته میخواد، گفت حیف پول که بریزی دور. پدرت خسیس نبود ها، این دفعه آخریه نمیدونم چرا خساست کرد. بله آقای مقصودی، یه توکپا زحمت میکشی تشریف بری جلو ده دمی در برای چی؟ خب بشین اینجا با هم صحبت میکنیم دیگه. الان میگم یه آب میوه هم برات بیارم. واقعیتش اینه که من مادرم پاش پیچ خورده، بدجورم پیچ خورده، نمیتونه بیاد بالا. شما زحمت بکشین یه دقیقه بریم پایین. مامان تو با این وضعیت وحشی اردی اینجا؟ بله. خب برش تو ببر خونه، من عصر اینام در خونه ببینم چیکار داره. آقا شما چرا حرف حساب حالت نمیشه؟ خب یه دقیقه میگم بیا جلوی در، شاید کار دارم. بی تربیتی، چرا اینجوری صحبت میکنی؟ اصلا برو بگو کار داره، نمیتونه بیا. ببین عمو من سیاه نکن، من خودم زغال فروشم، من که میدونم پولا رو شما برداشتی. دیگه داری حرف مفت میزنی، برو بیرون. اتفاقا مفخوری کار شماست. ببین عمو، با زبون خوش پولا رو برمیداری میاری میدی، وگرنه اون روی سگ من بالا بیاد خودت و شرکتت و کل آدمات آتیش میزنم. آ تو آتیش میزنی؟ آره خودم آتیش میزنم. با همین قیافه؟ آره با همین قیافه. برو بچه‌ش، برو قد این حرفا نیستی، هر وقت مال این حرفا شده بیا. اه؟ آره. چیکار داری میکنی؟ بده من اونو. بهت میگم وایسا، وایسا کامرا، ببین بعد میبینی. وایسا کامرا، وایسا کامرا، وایسا وایسا بچه، وایسا وایسا داره میگم، وایسا بزن خودش. آمخ شدی؟ بله خودم هست. پس شما شکایت شده باید بریم کلانتری. راستا من چی میزنی؟ کی شکایت کرده؟ من ازت شکایت کردم. فکر کردی شهر هرت نقشه بکشی خونه و بفروشی پولاشو بخوری؟ از حلقومت میکشم بیرون. چرا بی رب میگی نقشه کدومه؟ ول کن سر کن دستمو. دوست دوست خودش دوسته. درست صحبت کن، دوست کدومه؟ من از خبر نداره پول کجا. آره جون خودت، تو گفتی ما باور کردیم. بد کردم بهتون جا دادم، بد کردم راهنماییتون کردم که پولاتون ایفرمل نشه. این بود جواب محبتای من؟ کدوم محبت ها؟ کدوم محبت؟ فرهان بدبختو به کشتن دادی، هیچی نگفتم. تمام طلبکارا ریخت رو سر من، پول پول کردم برو خودم نیاوردم. حالا میخوای دار و نداره منو هاپولی کنی؟ مگر رو جنازه من رد چی؟ بابا چرا متوجه نیستی شما؟ من اگه می‌خواستم پولتو هاپولی کنم که چک نمی‌دادم. بریم کلا چری معلوم میشه. بیا بریم، خانم شما جلو بشین، شما جلو بشین. بیا بریم، خانم شما جلو بشین. آمان دوستی توریاست، دارم بازداشت میکنم این شریکتون. ای بابا، خانمتون زودتر از ما اقدام کرد. ای بایی 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 آقا تکلیف چیه؟ چطوری آزده؟ اومده بودم حال مقصودی رو بگیرم. خب خانمتون حالش گرفت دیگه، دیگه احتیاجی به شما نیست. پولا پولا پولای من چه میشه این وسط؟ آقا شما رو تشریف ببرید، مقصودی نیست اصلا، دستتون به جای بند نیست. گرفتم بردن دیگه، بردن نیست دیگه. الان چی کار کنیم؟ من میگم بریم خونه، نظرتون چیه؟ نه خونه برای چی؟ با چی کار کنیم؟ من میگم بریم خونه. بالاخره چی کار کنیم؟ حرف شما رو گوش بدیم یا آقا فرانو؟ شما الان گوش نمیدیم ما چی داریم میگیم؟ نه دیگه، هر کی داریم یه نظری میده. حالا شما نظرت چیه؟ من میگم بابا تو این گرما داریم عرق میریزیم، بلند شیم بریم خونه. باشه موافقم. آقا من میگم بریم خونه. خیلی خوب باشه، بس بفرمایید. صبر کن صبر کن یکم فکر کن. بریم خونه، بریم خونه، بریم خونه. که رسید آسمون تپید. بفرمو تحویل بگیر، این همه برو بیا بگیر ببر، همش کشک. نگاه کن، دو سالگی پدرم از دست دادم، از همون موقع بدبختی گریبون منو گرفت. شانس نداشتم دیگه، دست به طلا میزدم مس میشد. اینم از روزگار الانم. نگاه کن این کجا افتادم، چقدر باید بکشم؟ ای بابا خب تموم شه دیگه، یه جایی اینقدر غر نزن. ارسلان چیکار کنم؟ میخوای جایش بگیرم؟ میخوای بشکم بزنم؟ لطیف من تا قرون آخر این خسارت رو ازتون میگیرم. میدونی چند روزه در خدمت شما دوتا هم؟
اون از ماشینم، اون وضع پارکینگش، اون جریمه هاش، اون خسارتی که خورده. ای بابا بله دیگه، الان هم شدیم شریک دزدا. خجالت بکش، پول خودش بوده. خجالت بکش، خجالت بکش، تو که بدتر خجالت بکش. حالا هر چی، خجالت بکش، حالا هر چی نزن، هر چی خودت هی خجالت بکش، خجالت بکش، خجالت بدم مادرم بکشم. تو که میدونی چجوری ازش پول قرض گرفتم. از اولش خودت اومدی دیگه، من که نگفتم بیای، اون که نگفت بیا. اجازه بده، اجازه بده. احسان جان، ما یه کاری رو با هم شروع کردیم که تمومش کنیم، وسط را به خنس خوردیم، حالا به آخر کار نرسیدیم. هر وقت به تهش رسیدیم، تو به حقت نرسیدی، اون وقت گله کن. تا کی؟ شما چند وقته به من میگی پول میدم، پول میدم، پول میدم، بیا اینم صندوق خالیت. بابا جان من الان پول میخوام، یا پولمو میدید یا خودم میدونم با شما. اصلا دیگه خیلی داری تو میری. نه خیر، تو نمیخواد دخالت کنی، سرعت منم اندازه نگیر. ما با هم رفیق شدیم اصلا. نه خیر، ما رفیق نیستیم، ما با هم شریکیم. الانم میخوام شراکتمو به هم بزنم، مشکلی دارید؟ ارسلان من دیگه نمیدونم چی بگم، هر طور دوست داری بفرما. پس اینطوری هست، هر طور دوست داری. خیلی خب من میرم، ولی اگر برم فکر نکنی اونطوری میشه که شما میخواین، اونطوری میشه که خودم میخوام. یه جور دیگه میرم، شما رو هم با خودم میبرم. ارسلان یه لحظه گوش کن. سلام. زشته ارسلان، خجالت بکش، خجالت بکش. ارسلان سلام. سلام علیکم. سلام چطور؟ سلام طوری منه. این چیش بود؟ این پیاز میخواست، ما نداشتیم، برای غذاشون میخواست، نداشتیم، ناراحت شد. پیاز نداشتین سرصدا رو انداخته؟ آره دیگه، دیگه اون غذا نمیشه دیگه، اون غذایی که همیشه میخوره بدون پیاز خب. آه خدا شفا بده. بله ببخشید با خانم های زدم، من باتون حرف بزنم. الان اگه از بینیم واسه یه وقت دیگه. نه اوضاع خیلی قراش میشه. خب ببینید دخترش هم داره زنگ میزنه، من بعد تلفن رو بهشون برسونم. خب بگو دیگه. نه اینجوری که نمیشه، میدونید. میدونم که میگم دیگه خدمتتون. قشنگ داشته باشه، من خدمت میرسم. من تلفنش داره زنگ میخوره، دخترش بهش بدم بیام. ناراحت شدین؟ چراغو خاموش کن. چرا؟ واسه اینجا زاغسه یکی رو چوب میزنی؟ هیشگی. من تو فضولی، شاید دو کلمه حرف خصوصی بخوام بزنم. مامان نمیشنوم که، از اینجا فقط دارم نگاه میکنم حرف میزنی. فضولی نکن، بیا شما آقا عرفان رو گذاشتم تو آشپزخونه ببر. آقا عرفان؟ مامان چه خبره؟ صبحونه نهار شام سرویس میدی؟ آخر سر اینجا رو با هتل اشتباه میگیرن. تو که تا پیروز میگفتی ثواب داره غذا ببرن. بله ثواب داره، یه دفعه دو دفعه، نه اینجوری. اونا هم گشنه نمیمونن، یه فکری به حال خودشون میکنن، اینم من میخورم. غذای تو قابلمه است، این سهم آقای عرفان ببر بده، اینقدر حرف نزن. چطوری است؟ از کی تا حالا آقای عرفان تو خونه ما سهم دارن؟ بچه اینقدر اعصاب منو خرد نکن، بعد تو ببر غذا رو بده آقای عرفان. مامان اینقدر آقای عرفان نکن، با آدم برمیخوره. این چه طرز حرف زدن با بزرگتره؟ خجالت بکش، اونجای پدرته. جای کیه؟ میگم یعنی مادر، اون سن پدرتو داره، بهش احترام بذار، مرد با شخصیتیه، هنرمنده، ببر بده. یه جوری به من نگاه میکنه انگار آقا بالا سر منه. خودم میبرم براش. میبرم مامان میبرم. ولش کن، خودم میبرم. گفتم ولش کن. منظور من اینه که من به این آقا اعتماد ندارم. ای فهمیده ما آدم های ساده ای هستیم، دلون برش سوخته، داره از ما سوء استفاده میکنه تا مشکلاتش رو حل کنه، لیکن یه روده راست تو شکمش نیست. ببخشی میشه یه دم روشن تر بگیم؟
یه مسئله مهمی اتفاق افتادی که من هی میخوام به شما بگم ولی نمیشه. همون که میخواستیم بگی؟ بله دیگه. خب بگین اینو دیگه. آقا لطی بیا برم. نه 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 بس. لطی سلام علیکم، حال شما سلام. خوبه؟ شبتون بخیر. بیا این غذا رو ببر برای آقا عرفان. به به، چقدر به موقع، چقدر به موقع، دست شما درد نکنه. خودتم میتونه کنارش بخوری، زیاده. چقدر خوب، چقدر خوب، چقدر خوب. دست شما درد نکنه، فقط لطف کنیم بذارین همونجا، من میام برمیدارم. خبریه؟ همین، در مورد جهیزیه داشتیم حرف میزدیم. ایشالله خدا نصیب ارسلان منم بکن. بله، بله، ایشالله. نه من که نمیذارم تلویزیون شما بخریم. نه من میگم که یه زیر تلویزیونی بگیرم، یه برش گلدون بذارم، مجسمه بذارم، زیرش گلدون. رفت خانم، رفت دیگه، داریم میبینیم دیگه، حرفتونو بزنیم. دیروز یه خانمی اومده بود میگم من زنه اول آقا فرهانم، زن اولش. زن اولش؟ بله. اینجا رو چجوری پیدا کرده بودی؟ دیروز که رفته بودیم بیمارستان دکتر معالجش خواهرزاده زن اولش عذاب در اومد. فکر میکنم آدرس اینجا رو بیمارستان گرفتن. آخه اینجا چی کار داشته؟ والا راست و دروغش رو نمیدونم، میگم بادم دخترم ببینه. دخترش؟ آرزو دیگه. آرزو دیگه؟ آرزو دیگه. آرزو خانم. آرزو خانم مگه دختر گوهر خانم نیست؟ به همین دیگه میگم نمیشه بهش اعتماد کرد. کسی که به همین راحتی به زن بچهش دروغ میگه به ما میخواد راست بگه. آقا لطیف، تا ماجرا از این بدتر نشده پاتونو بکشین از این قضیه بیرون. یه نبگین و خلاص. نبگم؟ نه من نمیتونم نبگم. مشکلتون همینه دیگه، نه نمیتونین بگین، با همین رو دربایستی دارین. اگه از همون روز اول به من نگفته بودین انقدر تو دردسر نمیافتادین. نه قضیه شما فرق میکرد، تو حالا همسایه یه چیزی از من خواسته بودین، اصلا نباید نه میگفتم. بازم دارین حرف خودتون رو میزنین. آقا لطیف، تو رو خدا واسه یه بارم شده تعارف رو دربایستی رو بذارین کنار، بگین نه اول به من بعد به آقا فرهان. بذار این ماجرا همینجا تموم بشه، من راضی نیستم شما انقدر تو درد سر بیافتین. اگه من به همه بگم نه کسی ناراحت نمیشه؟ برای چی بر ناراحت بشن؟ نه گفتن خودش مهارته. اصلا اول از من شروع کنین، به من بگین نه. یعنی من به شما بگم نه؟ بگین نه. نه تموم. من نمیتونم به شما بگم نه دیگه، نمیتونم به شما بگم نه. شاید اولش میتونستم، شاید بعد از اولش میگفتم نه. ولی دیگه نمیتونم به شما بگم. شام فرستیدم ما این خانم، بفرم. شام چی از گلوی من پایین میره الان؟ شام بره تو جای محمودی میتونستی بخوری. لطیف من زود دست خوردم، این پولا رو برای خانوادم میخواستم، بعدش هم میخواستم باشه کارایی بکنم. آفرام، شما اگه اینقدر ناراحت خانوادتین که سرشون کلا گذاشتن، چرا خودتون سرشون کلا گذاشتی؟ چی داری میگی؟ چرا بهشون دروغ میگین؟ چرا در مورد همه چیز بهشون دروغ میگین؟ به همه شون، به دخترتون مخصوصا.
که اینقدر بهتون اعتماد داره؟ کیف دخترم دروغ گفتن. بسته آقا فرهان، بسته. اینقدر دروغ به هم نبافین، اینقدر دروغ نگین. در مورد همه چیز بهش دروغ گفتین، در مورد خودتون، پولاتون، مادرش، مادر واقعیش. مادر واقعیش؟ تو از کجا میدونی؟ امروزی خانم اومده بود دم در، ادامه کرد که مادر آرزو خانمه. اینجا؟ بقیر خانم باش حرف زن. عجب عجب قوز بالای قوز. واقعا خب این مربوط به زندگی خصوصی من مربوط گذشته است، تو واردش نشو. این زندگی که آقا فرهان شما دارین میگین الان وسط زندگی منه. شما با همه دردسراتون اومدین وسط دردسرای زندگی من، دارین گم میزنین به زندگی من. آقا فرهان یه بار دروغ نگین، یه بار راست بگین، از خودتون حرف نزنید، راست بگین، حقیقت رو بگین. لطیف جان من نمیتونم راست بگم. اینی که الان اینجا نشسته یه آدم دروغه. من مردم ولی زندم. من به همه دروغ گفتم، به زنم، به دخترم، به اون زن قبلیم. من سعی کردم در زندگی راست بگم ولی هیچ که حرف من باور نکرد. ولی به تو هیچ وقت دروغ نگفتم. از نگات من به تو هم باورم نمی کنی، تو هم حرف من باور نمی کنی. باشه، من از اینجا میرم که زندگیت بیش از این گن زده نشه. نه من نگفتم که شما مزاحمی. آفرین. آفرین. آقا فرهان، آقا فرهان یه لحظه اجازه بدین. آقا الان همسایه ها میان، بابا همسایه ها میان بیرون. بس دیگه زندگی تو مختل کردم، من میرم، میرم تو به زندگیت برسی. من اصلا بعد یه کمی تون حرف بفهمین داخلم. باش برم. اونم که قفله. در قفله؟ کی در قفل کرده؟ من قفل کردم، چطور مگه؟ سلام علیکم. در چرا قفل کردی؟ ما میرسده تو روز روشن بعدش این یه دونه گاوصندوق گذاشتین پشت بانت، راه افتادین در همسایه هم همه دیدن، آوردین تو. دیگه دیپلم داری خیر سر، برای چی توضیح باید بدم؟ فیلم آقا میرسده، فیلم بود. فیلم من و تو میدیدیم فیلمه؟ مردم که نمیدونن فیلمه بابا، عقلشون تو چشمشونه، کافیه دو تا نااهلم تو اینا بر بخورن بعد خیال میکنن یه گونی پول اون تو افتاده، نمیدونن که خالیه. که بعدشم ببخشید آقا لطیف، خیلی معذرت میخوام، شما میدون تره بارم بدی آخر شب درش بسته است، کلید جیبشونه. بله. اینجا خونه هستش جهت اطلاع. ها هر کس اون کسی سرشو بندازه بیاد بره، ما آدمیم دیگه، نباید چیزی بگیم دهن منو وا میکنه. بله لطف میکنید، من چون کلید نیاوردم، لطف کنید درو باز کنید ما بریم بیرون. دارم کلید. حالا کجا میخوام بریم؟ همین با هم میخواستیم بریم قدم بزنیم، بریم پارک، بالاخره یه دوری بزنیم پارک جدید رو من نشون بدم. آقا فرهاد خوبی نباشه، اتفاقی افتاد یه جوری؟ نه 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 همین تو داشتیم پارک جوراسیک نگاه میکردیم خونه، من گفتم این پارک جدید رو نشون بدم به آقا فرهاد. بفهم راحت شدیم؟ نه عزیزم برای چی ناراحت شدی؟ ببخشید دست شما درد نکنه. بفهم به سلامت. آقا میزه من کلید نمی بودم، این کلیدتون دوست میخواییم به من بدین؟ من اومدی در رو ببندی پشت چشم میام بهتون پس میدم. ببخشید. چنده؟ نه بستم، اصلا ساعت نداره. چنده؟ خوابیده. دیر وقته. آره دیر وقته، دیر وقت. کجا میرید؟
جایی ندارم. زیر چاییت روشن بود؟ آره گرم اصلا. امشب چایی نخوردیم اصلا نه؟ یادم نمیاد. میگم یه چیزی کم داره. نخوردیم ده. نخوردیم اصلا. چایی نخوردیم امشب. همشون مونده. آره بفرم چایی. خیالم راحت بشه. آره؟ آره دمید گرد. بیه سلام. سلام خوبی؟ این گربه میدی. خوبی؟ خوبی؟ اینجا بودی؟ آره یه مقداری این نایم میسوخت، هرچی میخورم میسوزه. بعد رفتم پیشش یه مقدار شیرین بیان برداشت برام تو چایی حل کرد، دادش گفتش بخور خوب میشه. آره خوب مزد توضیح نخواستم. حالا بهتری؟ مشکل. الان حالا لحظه به لحظه گوارش هم برای توضیح بدم. نه 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 باشه باشه باشه. ولی گفتش که یه روب دیگه اینه به دقام میشده یه روب دیگه اصلاش باشه ارسلم باشه باشه گفتش اگه خوب نشد بیا پودر شیرین بریم بدم من. ما این جلوها رو نزن گفتم پشت رو میزنی که عرق سوز میشه. خیلی خوب باش عرق سوز میشه مادر واسه که چاقی چه ربطی داره که پات رو سیمه پاتو بردار از رو سیم تو هم تموم کن دیگه اوتو کشی آخرشه مامان جان آخرشه. من نمیفهم تو چرا این لخت و لباسات رو میذاری همش دیر وقت میشینه اوتو میکشی. خب مامان جان آخه میگن که تو این ساعت هم مصرفش کمه هم هزینهش پایین تره میدونی آقا میرزاده گفته. اه تو که اینقدر به حرف همه خوب گوش میکنی چرا به حرف مادرت گوش نمیکنی ها؟ حرف همه حرف من باد کولره. چی شده مگه مامان جان؟ هیچی. اشکال اینه که اصلا هیچی نشده. مگه قرار نبود شماره خانواده لطیفو بگیری زنگ بزنیم بگیم پاشم بیان اینجا یه عقد کنیم که من بتونم برم دنبال کارهای وامام ها؟ تموم شد؟ نه خیر تموم نشد هنوز مادرشون هنوز کار. چشم. همونطور چشم علکی یه چشم بی خودی. حالا خوب شمارهشو خودم دارم ولی خب زشت زنگ تموم شد؟ نه هنوز مونده. زشت زنگ بزنم آخه بد نیست زنگ بزنم بگم چی؟ بگم پاشیم بیان اینجا آخه بعد دیگه زشته به خدا بگم پاشیم بیان اینجا ما میخواییم عقد کنیم زودتر. آره مامان جان زشته اصلا نباید این کار بکنی زشته خیلی زشته ولی نه فردا زنگ میزنم اصلا یه روز بهت وقت میدم اگه این مشکل حل شد تموم شد. نه هنوز نه تموم نشد اگر نه خودم زنگ میزنم. ای کار خیر که شرمندگی نداره که. خیلی خوب دیگه تموم شد. وایسا الان خورده موها میریزه سب کن. خیلی خوب حالا باشو باشو برو ببینم سلام خوبین. چی شد؟ چی دیگه باش صحبت کردم گفت نه زن من نیستش. نه گفت زن من اصلا سال پیش از کشور خارج شده رفته اون برو همونجا مرده و همونجا خاکش کردن و موقع بچه هم کوچولو بود و اینجور حرفا دیگه اینجوری گفتش. خب پس این خانمی که اومده بود اینجا میگو من زنشم چی؟ نه دیگه گفت دروغ میگه اطمالا فکر فامله زن قبلیمه شیاده و اخخازی اومده بکنه. این خانمی یه جوری حرف میزد چون فکر نمی کنم بهتون دروغ بگه. نمی کنم برای چی باید دروغ بگه؟ میگه اصلا تو از دخترم بپرسی اصلا بری کنی حرفا رو. خودتون خوبین بهار. بله مامان جان. بهار کجا موندی؟ اومدم خوبین خدا حافظ.
بله. الو سلام، ببخشید من دوباره مزاحم شدم. چی شده؟ من این جواب سوالمو نگرفتم، زنگ زدم بهتون. چه سوالی؟ همین که خودتون خوبین؟ خداحافظ. الو. حتما خوبی دیگه. چون که بد باشه که با من درد دل میکنه دیگه. خوبی دیگه، حتما خوبه. مسواکیه ببینم رنگشو ببینم آقا فرهاد کدوم مسواکی داری میزنی؟ مطمئن باش مسواکی تو رو نمیزنم. آره نزنی؟ شامو نمیخوری؟ بمونه همینجوری؟ چون منم میل ندارم. نه من نمیخورم. همین دندونی کردی بابا؟ بابا چی مهم نیست بابا؟ من باید بشورم. چون خونسر بگی مهم نیست. نمیخوری دیگه ببرم. آقا لطیف. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ شبتون بخیر. سلامت باشید. بفرمایید. شامتون هنوز نخوردین از دهن افتاد که؟ بله. اینو اتفاقا همین الان می‌خواستم برم یعنی برگرم کنم که بیارم بخوریم دیگه. دیگه وقتش بود. ببخشید مزاحم شدم. اختیار دارید. آقا لطیف، اگه ممکنه یه دقیقه بیام بیرون من یه کار کوچیکی باید. می‌خواید من برم بیرون شما بفرمایید. خواهش می‌کنم شما تاج سرین بفرمه. بله بله من خدمتتون هستم اگه می‌خواید بیام بیرون اگه می‌خواید همینجا. می‌دونم می‌خواستم بگم که من یه مقدار دستم تنگه. اگه میشه اجاره رو لطف کنین. البته نه که شما گفتین که اجاره رو دو برابر میدم، نه ها، همون اجاره که قبلا آقا لطیف میداد، همون اگه میشه لطف کنین. بله من دست چک همراه نیست وگرنه تقدیم میکردم. نه شما چرا، خواهش میکنم آقا لطیف خودش. بله میارم تقدیم میکنم. خیلی متشکرم. هم از سایه که نه، چون خب ناغافل اومدی من غافلگیر شدم. خب اگرم مهیا میکردم فکر میکنم که میارم تقدیم میکنم. ببخشید نیست دیگه الان مهیا نیست. ناراحت شدین؟ ببخشید. نه شبتون بخیر. من میارم از سایه تقدیم میکنم. ببخشید ببخشید. چی نداریم؟ نه اینه دیگه. آره دیگه بخوابم. من هم بیدم میشه میرزاده ببینم پول داره قرض کنی. بابا خیلی وقت نه خیلی زشته. من چرا آقام خاموش هم دیگه بذار روشن باشه دیگه. بکن زوره مثل اون دفعه میترسی دیگه. لطیف جان ببخشید. لطیف جان اگه بگم پول تو خونه ندارم ناراحت نمیشی؟ نه بابا چرا ناراحت بشم؟ تا زودتر میگفتی چی کار کنم؟ همه جا بگشتم. ای بابا ده چکم نداری؟ این برگ چیزش تموم شده. اون برگ پشت نویسی رو بکنم ببرم بانک. بله. بگیرم چکم نداره. بله. البته دلار دارم اگه میخوای کارت رو بندازی میتونم چند تا بهت بدم. دلار؟ دلار 100 دلاری. آره نه بابا دلار قبول نمیکنم. آره خب میگه دلار زودتر میگفتی پول میخواستی. خب الان موقع پول گرفتن. بله من عذرخواهی میکنم. بد شد. نه بابا نه. ناراحت شدی؟ نه بابا نه. به دریا خانم سلام برسون. ببخشید من مجبور شدم. خدا نگهدار. بد شد. نه بابا خدا نه. چی شد؟ گرفتی؟ ما
فقط دلار داشت. دلارم به درد من نمیخورد. دلار؟ بهش نمیاد دلار داشته باشه. اون نگه داشته بود دیگه. دلار به درد من نمیخورد، منم نگرفت.